یکی از شخصیت هایی که خیلی راجع به این موضوع توی خبرها بوده و صحبت کرده برنارد هانلی لوی فیلسوف معروف فرانسه است ممکنه یه مقدار راجع به پیشینه آقای لوی و اینی که سیاست‌هایی که ایشون پشتیبانی کردن در این چند سال گذشته صحبت کنی؟ بله به بنا لوی، من چندین مناظره تلویزیونم باش داشتم در فرانسه و کاملا شخصیتش رو میشناسم ایشون جز جوانان ماویست سال 1960 بود دنبال انقلاب جهانی و سراسری نه ولی بعد شد جز فیلسوفان نو یاد نوو فیلوزوف که یک جنبشی بود که آمریکایی‌ها کمک کردن درست بشه در فرانسه برای کوبیدن کمونیسم در فرانسه و یک دیپلمات آمریکایی به اسم پیت مکورمک مسئول این کار بود و خیلی هم موفق شدن یعنی یهو یک نسل جدیدی از ماویستا و کمونیست‌های جوان فرانسه یهو شدن دست راسی و شدیدا مخالف کمونیسم و مارکسیسم و ماویسم و اینا بعد به تدریج آقای لوی که سنش بالا رفت یادش افتاد که یهودی هم هست و شد یک صهیونیست شدید و طرفدار اسرائیل که البته عیبی نداره هر کسی میتونه هر عقیده ای داشته باشه و الان فکر میکنه که چون جمهوری اسلامی یک تهدیدی هست برای اسرائیل برابر این باعث جمهوری اسلامی رو کوبید ولی در کوبیدن جمهوری اسلامی نمیتونه تفاوت بذاره بین ملت ایران که خودشون قربانی جمهوری اسلامی هستن و رژیمی که سر کاره مثل اینکه شما بخواین یک قده سرطانی رو بردارین بعد خود بیمار رو بکشین بینید بنابراین الان یه موزه شدیدی گرفته توی جریان لیبی دخالت کرد در جریان اوکراین دخالت کرد و در زمین هم چون خیلی میخواد خودش رو جلو بندازه و اینا هر جا که شلوغ بشه ایشون هم دیده میشه و از یکی دو گروه اپوزیسیون ایرانی مدتی حمایت میکرد ولی اینا هیچ کدوم اهمیتی نداره چیزی که اهمیت داره اینه که ایشون در کتابی که منتشر کرده به اسم یک شاهنشاهی و پنج پادشاه نشون داده که تاریخ ایران نمیدونه و اتهاماتی که به رضا زده کاملا بیپایه و اساس هست یکی از اتهاماتی که ایشون زده اینه که چیزی که نشون میده که رضا شاه طرفدار آلمان نازی بوده و آر آر آریانیسم عوض کردن اسم ایران یعنی از در انگلیسی از پرژا به ایرانه بله البته اینم هم میدونی خب اشتباه میکنه به،, به دو دلیل برای اینکه موقعی که این کار انجام شد اصولا هیتلر کاری نبودش میدونی یعنی رضا در یک متن بازسازی یا تولد دوباره ناسیونالیسم ایرانی اومد سر کار میدین گروه سیدزیا به سیدزیا دین به اسم انعنات ملی به جای امت لغت ملت و ملی رو گذاشته بودن و دنبال ناسیونالیسم ایرانی بودن بعد انجمن ایران باستان تشکیل شده بود اصولا موقعی که این فعالیت های ناسیونالیستی داشت صورت می‌گرفت یعنی اون حرکتی که باعث شد که زیا وزیر بشه و رضا خان که اون موقع فرمانده یه تیپ قذاق بود بشه وزیر جنگ در اون موقع هیتلر اصلا در زندان بود و کاری نبود کسی هم نمیشناختش یعنی برای اولین باری که اسم نازیا و هیتلر را در ایران مطرح شد تو روزنامه اطلاعات بود در سال 1929 اونم جز احزاب که شرکت کننده در انتخابات آینده آلمان ازشون صحبت میشد بعد این تصور که ایران یه اسم جدیدی خب به اصطلاح تصور احمقانه است برای اینکه ایران همیشه اسم ایران بوده یعنی چون ایران نباشد تن من مباد فردوسی هزار سال پیش اینو گفته داریوش کبیر میگه من داریوش هستم شاه شاهان آریایی پسر آریایی و اصولا میدونید لغت آریایی و آریاگرایی در آلمان در سال 1888 میلادی در کتاب هانس مولر راجب زبان بود یعنی اگه کسی آریایی رو از کسی قرض گرفته باشه آلمان ها این آریایی رو از ایران گرفتن نه, نه برعکسش و مثلا یه تغییر اسم در به اینجوری که ایشون مطرح کرده نبود ببینید در سال 1873 میلادی اتحادیه جهانی پست تشکیل شد ایران سه سال بعد در این اتحادیه شرکت کرد بعد از امضای قرارداد یا معاهده برن در سوئیس متا به اسم ممالک محروسه ایران ممالک محروسه هم یعنی امپایر اون وقت تو فرانسه هم این زبون دیپلماتیک ما فرانسه بود دوران قاجاریه و بعد دوران پهلوی لامپیر دیگان یعنی از اول ایران شرکت کرد ولی انگلیس ها و فرانسوی ها و اینا پست رو به اسم لپرس یا پرش یا قبول میکردن اتفاقی که افتاد این بود که وزارت پست تلگراف تهران به این اینترنشنال پستل یونیون یا یونیون یونیورسل دو پست یه نامه نوشتن نه اینکه فرمان شاهنشاهی باشه اینجوری که آقای لوی گفته مثل که مثلا, مثلا مثلا نوشتن که از این به بعد اگه نامه ای با آدرس پرشیا یا پرس بیاد ما قبول نمی کنیم باید بذارن ایران میدین چون از اولم ایران با اسم ایران اصلا عضو اینجا بوده میدین کشورها تقریبا همه کشورها دو جور اسم دارن یکی اسمی که خودشون یکی هم اسمی که دیگرون میذارن روشون مثلا فنلاندیا به خودشون میگن سومی سوئدیا میگن آلمان ها میگن دویچلند نمیدونم اتریشی ها میگن اوستررایش مت بقیه هر کدوم یه جور دیگه ژاپنیا یه جور دیگه کاری که رضا میخواست بکنه این بود که این ویژگی ایران رو نشون بده به همه و این فقط در زمینه پست و آدرس و اینا نبودش مثلا موقعی که صلیب سرخ جهانی درست شد رضا حاضر نبود که علامت ایران هلال احمر باشه برای که هلال احمر نشونه عثمانی بود که با ما, ما در جنگ بودن بعد شیر خورشید سرخ باشه که فرق داشته باشه با دیگرون ایران تا 1965 میلادی معاهدات مقیاسات و معایی رو امضا نکرد برای اینکه اصرار داشتیم ما که از نمیدونم جریب و وجب و مسقال و اینا استفاده کنیم به جایی سانتیمتر و هکتار و کیلو و فلان اینا من خرمن خروار و اینا بعد مثلا موقعی که معاهده زمانبندی جهانی رو بستند یعنی گرینیچ مین تایم رضا شاه نیم ساعت اضافه بش کرد یعنی تنها کشوری که در دنیا نیم ساعت اضافه کرده بود ایران بود و دلیلش هم بود که میدونین سراوان که شرقی ترین منطقه ایران هستش رو مرز پاکستان میوفته توی منطقه زمانی دیگه یعنی تایم زون دیگه یعنی رضا شاه می‌خواست بگه که ایران یه چیز بخصوصیه قدیم ترین ملت کشور دنیا است. یک شعن خاصی داره و باید احترامشو بذارین بنابراین اصلا به هیتلر و میتلر و اینا ربطی نداره